شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر. سلام بفرمایید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. خیلی ممنون از وقتی که من دادین. از بلنگو که صحبت نمی کنی؟ هنس فری دارم آی دکتر. نه اگر میشه ازش برشون صداتون میپیچه عزیز. الان بهتر آی دکتر؟ الان خیلی بهتر شد. بفرمایید. بله. میخواستم راجع به خودم ازتون مشورت بگیرم و راهنمایی بگیرم. من 41 سالمه و حدود 4 ساله که به آلمان اومدم. تو زمینه یعنی کامپیوتر خوندم و تو همین زمینه کار میکنم. تو ایران هم تو همین زمینه کار میکردم و مسئله ای که هست اینه که نه صبر کنید. فرزند چندومی؟ من بچه اولم از 4 تا. اون 3 تا پسرن دختران چی هست؟ دو تا خواهر دارم که یکیشون 4 سال و نیم، یکیشون 7 سال و نیم از من کوچیکترم و برادرم که 9 سال و نیم از من کوچیکتره. به من بگید چی خوندی، چی میکنی؟ من کامپیوتر خوندم و تو زمینه آیتی همیشه کار کردم. خب از ذره ازدواج چه کردی؟ آهان، امیدوارم که عصبایی نشید از دستم. معلومه میشم. من ازدواج نکردم و دیر با شما آشنا شدم. الان دلیلش رو میدونم. مثلا خودم فکر میکردم که اون موقع شاید حالا کیسایی که تمایل داشتن با من آشناشن مثلا کیسای مناسبی نبودن، ولی فکر میکنم که چون در بچگی مسئول خواهران و برادرم بودم یعنی خب معلوم از کودک و کودکی بدتون میاد. از بچه ها خیلی دوست دارم، ولی خودم یه حس ترسی دارم از مادر شدن، یعنی همیشه نگرانم بابت این موضوع. خب معلوم عزیز آسیب دیدید، برای که فاصله های بچه ها زیاد بوده. بعدم شما اگر اون مسئولیت رو داشتید که خب به هر حال گفتم، جمله‌ام رو تکرار میکنم، شما از کودکی بدتون میاد، نه از یک کودکی، ولی از کودکی بدتون میاد. 41 سالتونه. خب درباره خب اولین مسئله ازدواجتون یا رابطتون چجوری بوده و هست یا میخواید باشه؟ آی دکتر، من ایران که بودم حالا نمیدونم چجوری توصیف کنم، ولی به خاطر بیاد از ازدواج بگذاریم. به من بگید حالات روانی تو، چون شما دنبال این دردسر نبودیم. حالا بریم ببینیم که چی پرسش شماست یا مسئله و مشکل شماست. در حال حاضر سوالم ازتون اینه که من در گذشته های دکتر حالا یه چیزی مد نظرم بود، به دستش می آوردم و خیلی هم حالا بهتون بگم که مثلا پلن تو ذهنم بود همه، یا احساسم که هم سخته برام به دست آوردن چیزی، ولی الان مدتیه که احساس میکنم خیلی تنبل و بیحال و یعنی دیگه مثل گذشته اینجوری نیست که یه چیزی تو ذهنم باشه و حالا بدون مشکل مثلا براش تلاش کنم. احساس میکنم تمرکزم خیلی اومده پایین. یعنی مثلا براتون مثال بزنم، من گواهینامه رو میخواستم اینجا عوض کنم، 2 سال وقت داشتم، یعنی اون روز آخری که دیگه من مجاز بودم که امتحانم رو بدم رفتم امتحان دادم و خوشبختانه قبول شدم، ولی اگه قبول نمیشدم مثلا نمیدونم چی میشد. یا اینکه سرتیفیکیت هایی که میخوام بگیرم مثلا هی ریسکجولش رو میکنم، هی عقب میندازمش. چرا؟ نه ببینید عزیز، اینا اولا همینجوری بخوام یه جوابتون بدم، شما وارد یه مرحله از افسردگی شد. یعنی قبلا یه شور و شوق و هیجان و شادی و لذتی در چیزا میدونستید یا در هدفاتون، حالا اونو نمیدونید. درست مثل اینکه من در به در دنبال یه رستوران هم غذا بخورم، ولی بعضی که غذا هم خوردم که دنبال رستوران نمیرم، یه میکش بتونه اون باشه. دوم اینکه در گذشته فکر میگیرید از عهده انجام کارا برمیایید. خب شما که تو 2 تا موضوع اصلی باید رشد کامل میکردید. اگه درستون خب به نظر میرسه شاید خوب خوندید، نمیدونم. در مورد ازدواج چرا؟ اون پایه دیگر یه بستا زندگی که مسئله رابطه است و ارتباط است و ازدواج است و
بعدم به عنوان یه دختر اونم در ایران و بعدم یه سنی داره به دلیل زمینه تولید مثل، خب شما کجا به هدفاتون رسیدید که در گذشته هدف ها رو انتخاب میگرفتید، بعدم تو چه زمینه شما مثلا موفقیت های بزرگی به دست آوردید که این حرف رو میزنید در گذشته اینجور بوده؟ بله منظورم اینه که درست میفرمایید، یعنی شاید اون موقع برای من مثلا ازدواج هدف نبوده یا انقدر بهش انقدر مدتش طولانیه عزیز من. صبر کنید باز برگشتیم سر ازدواج. شما به عنوان یه دختر 20 ساله، 22 ساله، 25 ساله زیر بمباران فامیل و دوستان هستین که ازدواج کن، چطور براتون مسئله نبوده؟ و مقاومت و مخالفت شما چی بوده؟ آقای دکتر، اول این که من خیلی فاصله گرفتم دقیقا تو همین سنایی که شما گفتین، خیلی خیلی خودم مشغول کار کردم خیلی زیاد. که چی بشه؟ که نصب کنید که به جای یه لباس 1 میلیون تومانی 2 میلیونی بخرید، به جای یه کفش 1 میلیونی 3 میلیونی بخرید، درگیر کار شدید که چی؟ ببینید شما چجوری خودتون رو بازی دادید؟ بلان هم دارید میدید، من گذشته رو کارش ندارم، ولی خواهم که بیانید چی؟ من خودم رو درگیر کار کنم که جای مثلا روزی 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت کار کنم 12 ساعت که چی بشه؟ یعنی اون تغییر محسوسی در زندگی من به وجود نمیاره. بله، اصلا مسئله انسان مسئله تعادل و توازنه. شما وقتی نمک میریزید تو غذا باید اندازه باشه، همینجوری که نمیشه ریخت. و من تو زندگیم چند تا موضوعی که مهمه، سلامت فیزیکی منه، سلامت روانی منه، ماجرای روابط منه، علم منه و تخصص منه، کار منه، تفریحات منه، خب باید به همه اینا به اندازه رسید. و اینکه شما به من بفرمایید که من درگیر خودم درگیر کار کردم بی خود، من به همجرد بود که بچه هم حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میتونستن بخونن، درس نه. 2 دفعه با معلم پسر کوچکم فرید، همین دکتر فرید، رفتم سراغش که برای چی اینقدر تکلیف یا هومورک به این بچه میدید که انجام بده، ولش کنید که نمیده اینجا کتاب بخونه. من خدا ما رو فرستاده تو این دنیا بدیم کتاب بخونیم، کار بکنیم. من ما مورچه‌ایم یا زنبور عسلیم؟ حالا علت این که بخوام بگم، حالا الان علت که میخوام بگم این است که آمدی اروپا که چیکار کنی عزیز؟ من در گذشتم چندین بار اقدام کردم، ولی با توجه به شرایطی که تو ایران بود، یعنی فکر میکردم که دوست دارم که محل زندگیم رو تغییر بدم و کاری در واقع اومدم اروپا و اینجا باز هم کارم رو ادامه دادم. خب بنابراین از این کارخونه رفتی اون کارخونه. خب حرفی هم که من میزنی نستی شدم من کارخانه خواب، کارخانه خواب. خب اینا معلومه با خودش افسردگی میاره. علت شما این است که مثل بدنی است که شو ازش کار نکشی، بشینی 4 ساعت یه جو تکون نکنی، بعد راه هم نمیتونی بری. به استای خود ما پات خواب میره. برای که ببین انسان یه موجودی است که قرار ذهنش و بدنش حرکت کنه و فعالیت داشته باشه، ولی مهمه که در یه مسیر و جهتی باشه. من تعجب میکنم دختری به باهوشی تو چرا تصمیماتی از کودکی گرفته، چرا اونجا برای خودش برنامه‌ای ریخته، بعد سرش انداخته پایین و اومده. حالا اونو بیا ازش بگذاریم. به من بگو ببین عزیز، شما الان با توجه به شرایطی دارید، بذارید با هم راحت باشیم. این که بخوای ازدواج کنی و صاحب فرزند بشی خیلی بعید. پس بنابراین شما عملا جان درست میفهمید. دقیقا. آره. بنابراین تو عملا عزیز مسئله ازدواج همراه با فرزند رو، فرزند از خود تو از دست دادی. دو تا راه داری. یه راه دینی که ازدواج کنی با کسی هم که بچه نمیخواد، یا ازدواج کنی با کسی که بچه از ازدواج قبلیش داره، بخوای نقش مادری رو ایفا کنی اگر بخوای، اونم بعد از یه شناخت و آگاهی، یا اینکه اصلا درگیر ازدواج به اون مفهوم نشی
روابطی رو یا رابطه ای رو برای خود به وجود بیاری که درش خوشحالی باش، رشد میکنی، احساس خوبی داری، از تو آدم بهتر و برتری میسازه و اینو ادامه بده. اولا این حتما با تو زندگی تو بیاد، برای که انسان نه تنها یه موجود اجتماعیه، یه موجودی است که با احساسات و عواطف و هیجاناتش هم زندگی میکنه. و بعدن یه واقعیتی است که آمارا نشون میده 92% مردم در یک کشور مانند ایتالیا بالاخره ازدواج میکنن. ازدواج نکردنه، اونم تازه از اون 8%شون دلایل خاصی دارن، یه عیب و ایراده. به همین جسی من همیشه حرفم این بوده که یه آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه بچه دار میشه، تو اونا گذشته. خب ولی رابطه که تموم نشده، رابطه رو تو میتونی تا 60 سال آینده 100 سالگی تو هم داشته باشی. حالا خب اونو باید به صورت جدی بگیری، یعنی باید به دنبالش باشی، فقط با توجه به شرایطت. یه زمانی بود که دانشجو بودی، احتمالاً بچه نمیخواستی بخاطر این درس داشتی، حالا ازدواج میکنی یا رابطه برقرار میکنی، دیگه نمیخوای یا نمیتونی بچه دار بشی، پس برای این مبنا عمل میکنی. دوم اینکه قراره برای خودت علاوه بر درست و کارت یه فعالیت های دیگه هم به وجود بیاری. آقای دکتر من اجازه میدین بگم راجع به رابطه یه موضوعی رو؟ حتما عزیز. من 2 سال پیش دقیقا این موضوع خیلی هم، یعنی این احساس نیاز دیگه در من به وجود اومده بود و من 2 سال پیش شروع کردم که با آدم ها آشنا بشم و یه رابطه رو برای خودم بسازم. و آیا دکتر تو پرانتز اینم همیشه مشکل زندگی من بوده که من هیچ اینجوری بوده کلن، یه تعداد آدم خیلی کمی نظر من رو جلب کردن، خیلی من دوست داشتم با اونا ارتباط برقرار کنم، اونا نخواستن و قرار نبود این کارو بکنی عزیزم. نه ببین، همجور زندگی رو دارم من و تو، همیشه میتونیم 1000 روز بریم بازار هیچی نخریم، برای که با پولی که داریم و چیزی که میخواییم بخریم و قیمتی که تو بازاره با هم همخوانی نداریم. خب من باید نظرم عوض کنم، یعنی این که من بیام در یه دنیای ذهنی برای خودم چیزی درست کنم که آدم ها نباشن، بعد تازه اگر آدم هایی هستن اونا منو نخوان، اما اونا نخوان یعنی چی؟ شما قرار بوده در حوزه ای حرکت کنید که تو اونا رو و اونا تو رو میخوان. درست فرض کن مثلا 25 سالته یک کسی که 23 4 سالشه تا 30 سالشه، نه دنبال آدم 50 ساله قرار میرفتین، پسر 15 ساله. خب همه اینا حوزه ها رو وقتی عمل کنی که دیگه مشخصه. بله من میام از وسط این همه اتومبیل یه ماشین رو انتخاب میکنم، از وسط این همه کفش که، ولی ما بیش از این که نمی تو که نمیتونی بگی نه من رفتم تو 5 تا کفاشی پا بره نمیخوام راه برم، من رفتم تو 20 تا ماشین فروشی از هیچ کدومش خوشم نمیاد. خب این شما بدونم من یه گیری دارم، یه مشکلی داره. اگر اجازه بدید من فقط 2 مورد رو کوچیک بهش اشاره میکنم، بعد یه سوالی ازتون میپرسم. یکی این که حالا این مواردی که در زندگی من پیش اومده، من خودم فکر میکنم یکی دلایلش این بوده که در بچگی خانواده من به لحاظ مالی بسیار در مضیقه بودن. یعنی من خودم فکر میکنم که حالا اون شرایطی که معلوم عزیز، آدم ها وقتی کودکی با مشکلات مالی روبرو هستن، به کار و درآمد و به هر حال داشتن سرمایه و اینا اهمیت بیشتری میدن به دلیل جبرانی، ولی خب وقتی کمی داره. خب قبول، حالا از این نتیجه گرفته چه فرقی میکنه؟ خواستم حالا در ادامه ازتون سوال میکنم. و من حالا تا وقتی که ایران بودم هم خیلی خودم رو درگیر کار کرده بودم. نکته دوم این که از 1 سال پیش هم با یک آقای آلمانی اینجا آشنا شدم، حالا رابطه‌ای داریم الان، ایشون بچه دارن، همسن من هستن و فکر میکنم که حالا طبق اون مواردی که شما همیشه نام یعنی ذکر میکنیم، فکر میکنم که حالا رابطه خیلی عاشقانه ای نیستش ولی رابطه خوبیه فکر میکنم. حالا خوب اگر با هم چی رابطه ای دارید چرا که نداشته باشید اگه میخواید. بله این نکته دوم. سوم فکر میکنم که حالا وقتی که مهاجرت کردم به اروپا، حالا همون یک سال یا 2 سال اول که یکمی بالا پایین داشت و حالا مواردی بود
در حال الان جا افتادم، همه چی خیلی خوبه و فکر میکنم که اون استراب ها و نگرانی هایی که حالا در گذشته در بچگی بوده الان اونا هی اومده بالا. یعنی من همش احساس میکنم که بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه خیلی مضطرب و نگرانم، چون کارم خیلی خوبه، همه چی خیلی خوبه، یعنی هر چی فکر میکنم به لحاظ منطقی هیچ چیزی پیدا نمیکنم که. ببین عزیز، بذار من یه توضیح کوچولو به تو بدم. صبر کن عزیز. ببین عزیز، من و شما میتونیم به خاطر اتفاقات و حوادث کودکی یا زمینهای ارثی یه قسمتی از مغزمون فعال هست و اون قسمت یه مقدار یه نگرانی عمومی داره. یعنی بدون که حتی بدونم چی، احساس کنم مثلا یه خبریه، خطریه، ضرریه، اتفاق بدیه، یه چیزیست. این یه مسئله است. یه زمانی هست که نه، من در یه زمینهای خاصی اون استراب رو دارم چون وقت کمه. اون جنبه عمومی تو رو میفهمم که اتفاقا بهتره باش آشنا بشی و اون بحثی که من درباره استراب و استرس و اینا رو دارم بشنوی. حالا اگر من به تو بگم بیشترین چیزی که تو رو نگران میکنه الان چه موضوعیه، میشه به من بگی مثلا چه چیزی تو رو نگران میکنه؟ از چه چیزی که منو نگران میکنه اینه که احساس میکنم که مثلا میدونم الان باز هم احتمالا شما دست من عصبانی میشین، ولی همش به خودم فکر میکنم که 4 سال اینجام و تو این 4 سال الان من باید مثلا کار 1 و 2 و 3 رو انجام میدادم و هیچ کدوم هنوز انجام ندادم. خب نردی که نردی، این توی هر کی هم هست میخواد بره دادگاه ازت شکایت. خب دست از این بازی بردار. ببین عزیز، اینجا برمیگرده به این که تو با وجودی که آمدی اینجا، پدر و مادر و بقیه که بکن و نکن و باید و نباید بوده که اصلا وارد بحثش الان نمیخوام بشم، تو کلت گذاشتی. بنابراین اگر یه صبحی بیشتر از حد میخوابی به خودت میگه پاشو دیگه، اینقدر تنبلی نکن، برای چی اومدی اینجا؟ خیلی بخواستی بخوابی که همون ایران میخوابیدی، خب اینقدر بخواب تا بمیری. خب این حرفا اون ندای درونیست که بیوجدان ترین ندای درونیست. خب این چیزیست که توی بحث مربوط به حرمت نفس عزیز، ما در درونمون یه سگ هار گرسنه، یه گرگی نشسته که اونی که ما رو تیک پاره میکنه، ظاهرنم چون دشمنمون هم پاره میکنه نگهش داشتیم، ولی این از اون سگاییست که هم همسایه ها رو آزار میده هم ما رو. خب اینا چیزاییست که میشناسیمش و همچنین است که بعدم وقتی نگاه میکنیم تو هر 41 سالگی تو دنبال این میگردی که کسی هی به تو بگه این کارو بکن اون کارو نکن درست غلط، پس خودت حالا داری با خودت این کارو میکنی و این بدترین دشمنیست که آدم میتونه داشته باشه. بنابراین تو این زمینا چرا میگم باید بخونی و بدونی، چون پیداست که با این موضوع آشنا نیستی، ولی خیلی راحت متوجه میشی. در نتیجه هر زمانی حرف این است که من 3-4 سال مثلا اومدم اینجا، قرار بوده 10 قدم پیش برم 3 قدم رفتم که رفتم همینه، تازه 3 قدم هم طلبکارم، برو مال کارت. هر وقت این صدا اومد تو دلم رو میگه برو مال کارت، خفه شو، چون درست پس یک کسی که کنار تو اومده حرف مفت بی خودی میزنه، بله با این احساس بدی حال بد میکنه، ولی این به استراب ارتباط نداره. این به احساس بد، غمگین شدن، ناراحت شدن ارتباط داره، ولی من استراب تو رو نفهمیدم. چرا اون تأکید دارم؟ برای اینکه اولا تو باید بتونی تشخیص بدی، چون ببین عزیز بسیاری از اوقات ماها به دلیل عدم آگاهیمون نمیدونیم غمگینیم، خشمگینیم، نگرانیم، ناامیدیم، بدبینیم، اینا رو باید تشخیص داد. تو همه رو توی قالب میریزی یا باز به همچه که گفتم تفکیکش کن، اون مسئله استراب عمومی تو رو، اون جنرالایز انگزایتی تو میتونم بفهمم که عادی تو زندگی ما هست، اونم با توجه به حرفایی که تو زدی، ولی میخوام ببینم الان چه چیزی تو رو نگران میکنه، چون تو گفتی من نگرانم. چی؟ اینکه از خودت ناراحت و ناراضی هستی که اون یه قصه دیگری است. تو از خود ناراحت و ناراضی نیستی، این پدر و مادر و آدم های مهم زندگی هستند که از تو ناراحت و ناراضی هستند، که در ذهن تو اومدن نشستن اونجا خونه رو اجاره کردن، دارن خرابکاری میکنن. به همینجاست که تو اگر بحث سلف استیم و حرمت نفس رو حتما بشنوی، من تو 12 سال اینو توضیح دادم، مسئله اصلی در تحلیل هایی که خاموش کردن این ندای درونه، این سگ هار درونی است که به جایی که مفید باشه مضره و به همینجاست که ای بسا 70-80% مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشونن. یعنی ای بسا هیچ کس، فرض کن ظرف 1 روز هیچ کس تو رو آزار نمیده غیر از همین فکرها و خیالها و احساسات تو، که ای بسا 3-4 سال تو رو خراب میکنه.
اصلا دشمنم کیه؟ هیچکه. من خودم اومدم برای خودم دشمنم و تو خودم روش دادم و اونجا نشوندم و فرمان رو دادم دستش. بنابراین من چیزی که باز جمله رو تکرار میکنم، تو در این زمینه ها خیلی خیلی کم میدونی و به همجاست که همینجوری پشت سر هم اشتباه کردی و میکنی. الان هم استراب چی؟ تو آمدی اروپا، فشارا رود کم شده، یه دوستی هم پیدا کردی، با اونم به قول خودت خوب و خوشی، تموم شده، از زندگیت قرار لذت ببری، دنبال یه چیزی که در تو شادی میاره، آرامش بیاره، امنه، تا اینکه بیا باز حساب تو روشن کنی. تو قرار بود 30 تا لغت یاد میگرفتی، چرا 10 تا یاد گرفتی؟ حالا برو زیر شلاق. برای من معلومه، میتونم مسئله درست میکنی، تو چون باید یه چیزی که محسوس و ملموسه رو پیدا کنی بزنی تو سر خودت. پس الان متوجه میشه که این چیزا واقعی نیست عزیز، این چیزا ذهنی و خیالی و درونی تو هست و میتونه متوقف بشه، فقط آدم وقتی باش آشنا باشه. و به همجاست که مقدار بیشتر بخون و بدون، از ایران بخواه برات سی دی یا استراب، استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت و یه مقدار چیزایی از این قبیل رو برای تو بیارن که خودت یعنی بشنوی و یه ذره مواظب خودت باشی عزیز. تو کاملا مثل یه آدمی که اومده تو شهر، شهرم نمیشناسه، نقشه‌ام نداره، میخواد رانندگی کنه. خب معلومه تمام مدت اشتباه میکنه، ولی اینا به راحتی قابل حله، چون بسیاری از آدما مثل تو رانندگی بلدن، اتومبیل دارن، پول دارن، آدرس گم کردن. من میخوام آدرس رو پیدا کنی. حالا یه وقت دیگه خواستی اگر موضوع خاصی بیه با هم صحبت کنیم، ولی لطفا این اطلاعات رو بگیر. من 217 ساعت موضوع و مسئله درباره 22 تا موضوع مهم دارم، 217 ساعت، ولی حداقل 40 50 ساعتش مستقیما میتونه به تو کمک کنه. لیستو بگیر یا نگاه بکن، میتونی بگی برات از ایران که ارزان هست بگیرن برات بفرستن، اونها رو بشنو، یا حتی به صورت کتاب بعضیاش در اومده که کار خود من نیست، دیگران کردن، اونها رو بخون. مواظب خودت هم باش، خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز. آقای دکتر یه سوال کوتاه. نه باید برم جان، بگو. دارو به نظرتون من لازم دارم؟ ابدا نه، اصلا اونجا نیستی. نه، یه ذره اون مغزش رو باید شستشو داد، تمیزش کرد، اون به هم ریخته. دارو نمیخواد. مواظب خودتون باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت.